یکی از چیزایی که خیلی اتفاق میفته توی حین کار این که شما میخواین یه کپی از این پروژکتتون بگیرین و از این تایملاینتون و حالا یه ادیت دیگه بزنید، یه کار دیگه بکنید و اون قبلیه رو با این مقایسه بکنید، یا مثلا چونم هر دو ورژن رو به کارگردان نشون بدید. خیلی از موارد پیش میاد که شما میخواید یه تایملاین کپی بگیرید به علت اینکه نمیخواید تایملاین قبلی از بین بره، نمیخواید ادیت قبلیتون رو تغییر بدین و خرابش بکنید. چون فاینال کات هم سیو از نداره و اصلا کلا سیو نداره، اینی که شما نمیتونید بگید خب حالا من یه سیو اونجوری میگیرم یه سیو اینطوری، و تنها راهش اینه که شما دوپلیکیت بکنید پروژه رو. برای این کار تو ادیت دو تا دستور هست، یه دوپلیکیت پروجکت، یه دوپلیکیت پروجکت از اسنپ شات. یه تفاوت خیلی کوچیک با هم داره ولی ممکنه توی کار خیلی مهم باشه. من اول میام اینجا یه پک شات اضافه میکنم به این پروژه که فعلا دارم، مثلا این پک شات با این مشخصات، و حالا خود این پک شات یه کامپاند کلیپه. این آیکون کوچیکی که این بالا دیده میشه مشخصش میکنه که این یه کامپاند کلیپ هست، و کامپاند کلیپ ها یه سری کپسولن که خودشون وابسته است در واقع تغییرات بهشون. به طور مثال اگر من بیام خود این کامپاند کلیپ رو باز کنم، محتویاتش رو تغییر بدم، هر جایی که این کامپاند کلیپ استفاده شده باشه اون تغییرات توش دیده میشه. مثلا اگر من بیام اینجا الان فرض کنید این ستا رو آف بکنم، اینو آن بکنم، بیام تو تایملاین قبلی تو ورژن 2، الان اگر من اینجا این کامپاند کلیپ رو ببینم دقیقا همون اتفاقاتی که من توی این تغییر دادم اینجام تأثیر میذاره، به دلیل اینکه این خودش یک کلیپ کاملا مستقل نیست، یک کلیپ کامپاند هست که تغییرات اینجا توی تمام تایملاین هایی که استفاده شده باشه تأثیر میذاره. حالا من یه بار اینو الان که ما تغییرش رو دیدیم، حالا این دوتا تفاوتی که این دوتا چه تفاوتی با هم دارن. الان من از این دوریتوس، از این پروژه یه کپی میگیرم، دوپلیکیت پروجکت، ولی با دوپلیکیت، نه با دوپلیکیت از اسنپ شات. اسمش هم مثلا اینجا میذارم ورژن 3 دوپلیکیت. از خود این دو باز دوباره الان یه دوپلیکیت میگیرم، این بار ولی به اسم اسنپ شات. جلوش هم دقیقاً اسمش رو میذاره که حالا این اسنپ شاته. نکته جالب اینه اگه من الان بیام توی کامپاند کلیپ، حالا این ستا رو روشن میکنم، اینو آف میکنم، برمیگردیم اینجا، شما ببینید توی ورژن 2 من چه اتفاقی افتاده. توی ورژن 2 یه ذره طول میکشه تا آپدیتش بکنم. توی ورژن 2 دقیقاً کاری که من اینجا کردم تأثیرش حالا مشخص شد، این همون چیزی که توی این هست طبیعتاً باید توی دوپلیکیتش هم باشه، چون دوپلیکیت در واقع کاملاً میاد چیزهایی که وابسته هستن رو وابستگیشون رو حفظ میکنه. یعنی این دقیقاً انگار خود همین تایملاین باشه. اما اسنپ شات چطور؟ حالا من اسنپ شات اگه باز بکنم، الان کامپاند کلیپ من دقیقا این اون چیزیه که وقتی درستش کردم بود. یعنی اگر شما مولتیکم و کامپاند کلیپ داشته باشید توی تایملاینتون استفاده کرده باشید، اگر از اون تایملاین دوپلیکیت بگیرید میاد اینجوری در نظر میگیره که اون کامپاند کلیپ ها بینشون و تایملاین شما یه رابطه مستقیم وجود داره هنوز. ولی اگر شما بگین اسنپ شات بکن، اسنپ شات میاد میگه کامپاند کلیپه تو اون شرایطی که کپی کردی تو چه وضعیتی بود عین همونو انجام میده و کپی میکنه، یا مولتی کمه تو چه شرایطی بود. اگر شما میخواید کامپاند کلیپاتون رو تغییر بدید ولی تغییراتشون توی پروژه های جدیدی که درست کردید دیده نشه، و این پروژه هایی که اسنپ شاتن اصطلاحا به همون
شکلی که بودن بمونن و محتویات کامپاند کلیپتون همونی باشه که قبلا بود، باید حتما از اسنپشات استفاده بکنید. دوپلیکیت عیناً از خود این تایملاین یک کپی میگیره، اسنپشات میاد از شرایطی هم که ملتی کم ها و پکش ببخشید کامپاند کلیپ ها داشتن هم یه اسنپشات میگیره اصطلاحاً، یعنی میگه همه این شرایطی هم که چیزهایی که وابسته بودن هم داشتن من الان نگه میدارم و حفظ میکنم. بسید یه بارم اینجا من توضیح بدم. اگر شما یه سری کامپاند کلیپ و یه سری ملتی کم داشته باشید دوپلیکیت بکنید، اگر اینا هر تغییری بکنن و هر اتفاقی بیفته توی دوپلیکیت هم تاثیر میذاره. اگر دوپلیکیت از اسنپشات بزنید، نه، میاد میگه که شرایطش تو اون موقع که شما دوپلیکیت گرفته بودید چجوری بود، دقیقا میاد همون شرایط رو حفظ میکنه. منتها بقیه تدوینتون چطور؟ نه دیگه، بقیه تدوینتون کاملا این اینه که شما یه تایملاین جدید درست کرده باشید. الان توی این دوپلیکیت من هر تغییر تدوینی که انجام بدم کاملا ایجاد میشه، حفظ میشه. اینجوری نیست که دیگه این به قبلی ربط داشته باشه و مستقیما همش بخواد از اون چیزی بگیره، طبیعتا این دیگه به درد نمیخوره. فقط این مورد در مورد اسنپ در مورد کامپاند کلیپ هاست و ملتی کم ها و تو شرایطی که میخواین شما وضعیت اونو حفظ بشه بعد از این اسنپ شات استفاده بکنید، تو شرایط دیگه از دوپلیکیت پروژکت. امیدوارم توضیحات من خیلی عجیب نبوده باشه و خیلی تونسته باشم مطلب رو منتقل کرده باشم. خب اینم از بحث دوپلیکیت کردن پروژه ها.